سلام و درود به همه دوستان عزیز. خوش آمدید به Learn with باران. من باران هستم و این 52 جلسه از آموزش زبان ترکی استانبولی با کتاب استانبول سطح A1 هست. اگه تازه به جمع ما پیوستید، همین الان با لینکی که در بالای صفحه قرار داره میتونید از اولین جلسه این کتاب آموزش خودتون رو شروع کنید. همینطور پیشنهاد میکنم به دوستانی که سطح آبی رو به پایان رسوندن از طریق همین کانال و پلیلیست کانال میتونید به کتاب استانبول سطح A2 دسترسی داشته باشید. همینطور لینک کتاب استانبول سطح A2 رو هم در بالای صفحه برای راحتی بیشتر شما عزیزان قرار دادم. همین الان با لینک بالای صفحه میتونید آموزش خودتون رو در سطح A2 دنبال کنید. دوستان عزیزم، فراموش نکنید که این کانال رو سابسکرایب و مشترک شید، زنگوله کنار اشتراک رو روشن کنید تا همیشه جزو اولین کسانی باشید که به ویدیوهای من دسترسی داره. ویدیوها رو اگه براتون مفید و سودمند هست و میتونید با دیدنش آموزش خودتون رو ادامه بدید، پس لایک کنید و کمک کنید که این ویدیوها ادامه دار باشه. با دوستاتون به اشتراک بذارید، نظر و پیشنهاد خودتون رو با من در میون بذارید. خب میریم و درس امروزمون رو با هم شروع میکنیم و بریم ادامه بدیم با صفحه 91 کتاب و اوکوما. هستایم، مریضم. دکتر، خب تصویر رو میبینید، دکتری هست. ببینیم که دیالوگشون به چه صورته. دکتر، مرحبا، آدنیز ندیر؟ سیبل هانم، سیبل یلماز. دکتر، شکایت نیز ندیر؟ شکایت، منظور این که ناراحتیتون از چیه؟ چه مشکلی دارین؟ سیبل هانم، کندیمه ای حست میارم، چوک حال سیزم. حست میارم، حس نمی کنم، خودم رو خوب حس نمی کنم، خیلی بی حالم. سیز اضافه شده به کلمه حال، پس اون رو منفی کرده، بی حالم. دکتر، نرنیز آریور، کجاتون درد میکنه؟ سیبل هانم، باشیم چوک کتو آریور، سرم خیلی بد درد میکنه. سسینیز ده کسک، بازنیز دا آریور مو، صداتون میگه کوتاه، صداتون یواشه، گلوتونم درد میکنه. اوت، سیبل هانوم میگه بیراز، یکم. آیرجا اکسوریوروم، اکسوریوروم به معنای سرفه کردن هست، علاوه بر اون سرفه هم میکنم. پکی اتشنیز وارمه، اتش تب، تبم دارین؟ اوت سانرم بیراز وار، سانرم گمان میکنم، گمان کنم یکم دارم. سیزجه نیم وار، به نظر شما چطورمه؟ دکتر، سیبل هانوم بو بلیرتلره گره گریپ سنیز، گریپ سرماخورده این، پس بو بلیرتلره گره، با توجه به این اطلاعاتی که دادین گریپ سنیز، گریپ سرماخوردگی. سیز بیر آره کسیجی، بیر آتش دوشوروجو، بیر آنتیبیوتیک و اکسوروجونوز ایچین بیر شروب ورجم. سیزه، پس به شما چی میدم؟ آره کسیجی، یعنی درد کم کن، مسکن. بیر آتش
düşürücü tab rو پایین آورد تب بر bir antibiyotik antibiyotik ve bir oksurunuz için bir ve oksurunuz için bir şurup ve یه شربتم برای سرفتون vereceğim خواهم داد. Sibel Hanım, peki yarın işe gidebilir miyim? Hayır. Doktor cevap میده که میتونی فردا سر کار بری؟ سیبل میپرسه. دکتر میگه هایر، سیزین ایچین ان ای سی ایشه گیتممک. ان ای سی یعنی بهترین کار. سالنیز ایشینیزدن ده ها اونملی، سلامتتون از کارتون خیلی مهمتره. سیزه ایکی گونلوک راپور یا زیورم، برای شما دو روز استراحت می نویسم. ایکی گون افده کالیور سنوز و دینلنیور سنوز. کالیور می مونید و استراحت می کنید توی خونه. آیرجا بلبل سو و میوه سویو ایچیور سنوز. بلبل یعنی تون تون، خیلی زیاد. بویرون رچتنیز و راپورونوز. بفرمایید. این هم نسختونو راپور، این که برای استراحتتون دادم، برگه استراحتتون. سیبل هانم، تشکر دارم دکتر بی و دکتر رجای دارم. کندنیزه ای باکین، مواظب خودتون باشین. حتما از روی اوکوما شما هم خودتون بخونید با صدای بلند و به خوندن خودتون گوش کنید. آشاداکی هسته فرمونو دیالوگوره دلدرالیم. خب با توجه به دیالوگ، حالا این فرم بیمار رو با هم پر میکنیم. ببینیم به چه صورت بود. دکتر آده علی دون. هستنین آده سویاده. اسم و فامیلش چی بود؟ بله، سیبل. یلماز. سیبل یلماز اسم مریض بود. شکایتش چی بود؟ مشکلش این بود که باشه آریور میگفت که سرم درد میکنه، سسی کسیک صداش مشخص بود، صدا تو حالت سرماخوردگی کسیک، و همینطور آتش بیراز، آتش اتشه وار، و همینطور گفت که سرفه هم میزنم، اکسیور. و البته که اولش هم گفت که حال سیزم، ناخوشم. هاستالیک بیماریش چی بود؟ بله، گریپ، سرماخوردگی. تداوی درمان چی بود؟ درمان این بود که چه پیشنهادایی بهش کرد؟ گفت که بلبل سو و میوه سویو ایچین و
İki gün evde dinleyin. Ve ilaçlar çi bud? داروها چیا بود که بهشون داد؟ داروهایی که داد آره کسیجی همینطور آتش دوشورو جو تبر مسکن تبر آنتی بیوتیک و اکسورو اون ایچین شروب. خب پس داروهایی هم که داد به این صورت بودند. یا سیز؟ Siz hangi hastalıkları biliyorsunuz? Şoma kudun bimari haro mişnasid. Mitunit raci beş benevisid. Hop, inca ham baz temrin konid ki az kelamat-ı cedidi ki yad gereftid bişter istifade konid ve ba neveşten ve beyan kerden unha ro temrin konid. و اما اینجا میخوام چند تا کلمه مهم دیگه هم برای اجزای بدنمون به شما آموزش بدم. باش به معنی سر. باش به معنی سر. کافا به معنی همون سر، کله اگه بخوایم بگیم. باش، کافا، هر دوتاشون به معنی سر هستند. خب پیشونی رو گفتیم، آلین کیرپیک موژه کیر پیک موژه کرپیک دهان آز آز دهان دوداک لب دوداک لب یاناک رو گفتیم گونه همینطور ترناک به معنی ناخون ترناک ناخون پارماک به معنی انگشت هست این پارماکه این ترناکه پارماک به معنی انگشت هست همینطور آیاک آیاک به معنی پا هست باجاک هم به معنی کل پا باجاک کلن از کمر به پایین باجاک هست آیاک این قسمت از زانو به پایین رو میگیم آیاک همینطور دیز به معنی زانو بویون گردن رو گفتیم بازگلو شونه رو هم گفتیم چیو نگفتیم آرنج
dirsek. Dirsek به معنی آرنج. همینطور گوس به معنی سینه و کمر بل. بل به معنی کمر هست. همینطور خواهیم داشت شکم، کارن به معنی شکم، میده، حالا که به مریضیان پرداختیم معده، میده، معده، روده، بایر، ساک، روده، بایر ساک هم روده. اگه بخوایم به ریش هم بپردازیم، سکال هم ریشه که اینجا بهش اشاره کردم. پس باش، کافا، کیرپیک، آز، دوداک، ترناک، پارماک، آیاک، باجاک، دیز، دیرسک، گوس، بل، کارن، میده، بارساک و سکال کلمات تکمیلی این درس هست برای وجود ارگانلره، برای اعضای بدنمون. خب دوستان عزیزم، درس امروزمون رو همینجا به پایان میرسونم. خوشحالم که تا انتهای این ویدیو با من همراه بودید. فراموش نکنید که در این مسیر تنها کمکی که میتونید به من بکنید این هست که این کانال رو سابسکرایب و مشترک شید. ویدیوها رو اگه براتون مفید هست و دارید این زبان رو یاد میگیرید، لطفاً لایک کنید و با دوستاتون به اشتراک بذارید. در مقابل تمام انرژی، وقت و هزینه‌ای که من صرف تهیه این آموزش ها میکنم، واقعاً فقط 10 ثانیه وقت گذاشتن، این کانال رو سابسکرایب کردن، ویدیو رو لایک کردن و با دوستاتون به اشتراک گذاشتن، فکر میکنم کار خیلی سخت نیست و توقع زیادی هم نخواهد بود. پس حتما همین الان ویدیو رو لایک کنید و نظر و پیشنهادات خودتون رو هم میتونید با من به اشتراک بذارید. هر شنبه با جلسه جدید از کتاب استانبول سطح آبیر، هر پنجشنبه با جلسه جدید از کتاب استانبول سطح آیکی در این کانال آموزش خودتون رو ادامه بدید. همینطور در این کانال میتونید به بخش پلیلیست مراجعه کنید و به آموزش های زبان انگلیسی من، آموزش فارسی برای ترک زبان ها هم دسترسی داشته باشید. خب تا جلسه آینده، روز و روزگار بر شما عزیزان خوش. یعنی ویدیو لرده گروشمه کذاره میبینمتون. خدافز.